حلیما سنگر 64 سال دارد و 40 سال می شود مربی ورزشی است. او از زمان حکومت محمد داوود از 40 سال پیش تا کنون ورزش می کند و شاهد ظهور و سقوط حکومت های زیاد در افغانستان بوده. ولی او در تمام این دوران به ورزش زنان افغانستان کمک کرده است. خانم سنگر سختترین روزهای زندگیش را در زمان زمامداری گروه طالبان در کابل تجربه کرده. او از این روزها داستانهای غمانگیزی دارد. میگوید مربی ورزش بودن در دوران طالبان که زنان از آموزش و کار در بیرون خانه محروم شده بودند کار سخت بود. اما خانم سنگر حدود پنج سال را در زیر حاکمیت طالبان با آموزش زنان پرداخته است. او به نام مادر ورزش افغانستان معروف است. حلیمه سنگر مهمان گفتگوی ویژه این هفته است. خانم سنگر خوش آمدید از آغاز کارتون بگوین چیگونه شد که با ورزش روی آوردین و به حساس چی روند مربی ورزش شدین م. ما سال سزا در ولایت قندار مطالمه سنف نوی لیسه قندار بودم بالاخره به با اونجا یک مسابقه تیمای کابل آمده بودن امرای تیمای فوتبال قندار مسابقه داشتن بعد آماده با, با, با مکتب یک مسابقه دایر میشد به سلام موزمانم به سلام خانوما به صلاح با سایل میرفتند تماشا میکردن ما اونجا رفتیم ما مورد برادرم جهان جوانا قلم شریمی بودن مسابقه داشتن نمرای تیمی با کابل بالاخره موس طرف اونا شوت میکنن یک توپ آمد پیش ما خانم آمد بالاخره ما مساج شدم اون توپه توپ شوت کردم وقتی که شوت کردم ما بین مردم قندار چون یک منطقی خرد است من منطقی قندار آیا اوی شدم که مثلا دکتر فلانی این توپ شوت کردن آتا برادر محمد خانه گفت تو این روش چی کردی؟ بعد پدر ما رویه داد گفت شما که بچه هستن که ورزش میکنن دختر اق داره که ورزش کنه بر دخترم سر از این روز تو بیسلا ورزش کن بعد از او چون به قندار بیسلا تو تیمای ورزشی به مکتب نبود و صدای مسلکی نبودن صرف خودم بهسلام هم تو پا با پا میزد و خواست داشتم که بیسلا ورزش کنم بالاخره سال سیزده بود که ما همرای برادرم به کابل آمدم دوباره و به مکتب به بلخی که فعلا استاد هستم مطالعه شدم. اونجاگه بود تیمای ورزشی وقت به باسکتبال بسکتبال والیبال بسیار شورت داشتن بالاخره به با تیم والیبال و وقت من به شامل شدم که فعلا هنرمند هستم به سلام تیم ما میامد تربیت میکردن چون اونا بالای سی ابی بیا وساد بودن بخش واناس ما وسادا بودن مگر تیم تمرین دادن میتونه سنبه بالاخره وساد شد کم تیم والیبال تمرین میدن بالاخره از منجی سر سخت والیبال بودم که والیبال میکردم و بالاخره که از سنت فدوازی مکتب را بیبال خیس از دستیو پاین فارغ شدم و سه سی آه سه از دستیو پاین چه پاین فارغ شدم هزار آه سه از وقتی که ما فارغ شدم علاقه خاصتر ما بهم میشد که ما باید ورزش پیش بودم شما اولین دخترایی بودین از قندار که در ورز برای تحصیلات عالی در زمینه ورزش آن، انتخاب بش. شده ما اولین دخترایی بودیم به اصطلاح گام گذاشتیم و آماده ما که به اصطلاح 1350 شامل انستیتوت تربیت بدنی شدیم و سیزا آفت اردو به سلام دوری مسئله پیش کردیم که او زمان زمان شد زمان دیجیم سردار داود سکوت کرده بود زمان ترکی بودن دیگه و این زمان بود که شما از انستیتیوت فارغ شدین نه نشده بودیم شامل بودیم مواصل بودیم وقتی که مواصل بودیم باز اونجا باز اصادای روسی زیادتر می آمدن ما تمرین می دادن اصاد لیوال اصاد بی سال لایق بودن که مسئول اولمپیک بودن مار ما تمرین می دادن بودن که واقعا دل می سختن اینا آمیگه به شروعی تحصیل کرده بودن ایرشته ها پیش برده بودن باز اون هم رای ما می آمد کن کن کدام سال فارغ شده و از, از تجربه تان در قندار بگوین وقتی که برگشتین به قندار و از مربی ورزش شدیم در اونجا ما زمانه که از انسیت تربیت بدنی فارغ شدم چون ما مکتب اینجا خواستم خواستم بالاخره پس دوباره ما به کابل معلم شدم نظر به اینکه ملیلیا بودم و خاصن اینا پس به ولایت قندار برم امیه که به ولایت قندار رفتم به سوفینسوان قندار یک مکتبی که به چونی قندار است اونجا که ما باید سوستاد ورزه شدم در شهر قندار در شهر قندار بالاخره من اونجا که شدم و ایستاد ورزه شدم و اون وقت هم چون جوانی بود نیروی جوانی ما زیادتر بود و امروی شاگردات جمناسیک میکردم بعد از اون تیم والیبال تشکیل کردم والیبال میکردم داخل همون مکتب باید بیرون مکتب ایک سایه کلان بود ما والیبال میکردم دختر آرامازش آره آره میدادم آره بلاخره همونجی زمان بود که جادی یا پیدا شد به سلاگا فشنودی پیدا کردم که استاد روسی هم عم آدم رای, رای ما کار میکرد اتا پدرایشان میامد میدیدن که ما به سلاگا استاد روسی نیستم بلکه از می قندار که امرای زینا ورزش میکنم به نام استاد روسی مرزیاتر میشناختن و چند گاهی که بود یک سالم تقریبا تین نشد دیگه کم از یک سال شد و که به جادیا پیدا شد و به مکتب معامله کرده بودن چون او زمان ما بود چادری و چادری پوشان میکنم متاس شکر که امروز مدوز من خودم نرفته بودم با مکتب شاید من میگم شاید پشت ما آمده باشه از اینکه من اصاد روسی اونجا معرفی رو میکردم که این بخیرم کدام سال است؟ مم... سال امی پینجاواش پینجاونو دیگه از سی سال پینجاونو بازم که یک استاد به نام استاد لطیفه رو بیچاره برده بودن یک دو شوامره جادیه بود باز روز سیم او رو دان مکتب به باران اندخته انداخته بود چی چی احساس کردی با یعنی متوجه شدی که در حقیقت مرگ،, مرگ از استاد ما شاید بوده باشه بوده. ما شاید خود همی فکر میکنم که شاید مرگ ما بوده باشه که اون برده باشه چرا بود تنها مانده بود همگی به چادری به عقب آمده بود او پوش چادری میگاش که ما چادری بسر کنم بغره را بسر کنم برای من تا چادری خود از ورخطه پیدا نتانسته بود علتش اینمی بود که تا به جادی آور برده بودن <applause> <applause> دو زمان در قندهار چی تیداد شاگرد دختر داشتین شما و واکنش خانواده از اونا چی بود؟ خانواده خودت چی میگفتن که ظاهرا باید ورزش بسیار کم بوده باشه بین بین یه مکاتب من گفتم یک تیمای والیبال بود و بسکتبال بود که ما کار میکردیم و تمرینات تم آزاد هم چون که این حرکت شد به اسلام خودم من خودمم از مکتب اونجا به اسلام آرام شدم پدرم خواست گفت نمیخواییم که تو کوشته شوی بالاخره همه سال بود که ما و نغمه و یک چند نفر دیگه به نغمه و آوازخان مشروع و آوازخان و وقتا اونا متعلم بودن متعلم لیسه اینو بودن چون اونا وقت زمانش بود کنا و آواز میخوندن و کانسرت ها و اینا ای انفرادی مکتب بالاخره می بود که به یک تارام تیاره هم آدم به کابل و سپار کابل شدیم بس از دیگه همین جامعه باز مکتب به با به مکتب ایاتی دیگه به فعلا که مسئولی قدیات میشه اونجا معلم شده اما ورزشی که علاقه داشتین و پیگیری میکردین میدونم که مربی ورزش هستین و ورزش های تدریس میکردین آموزش میدین ولی علاقه خودتان چی بود؟ علاقه شخصی؟ علاقه ورزش. شخصی خودم اون زمان به سالا والیبال بود که ما زمان دوره مکتب شروع کرده بودم ولی بال می کردم اما نظر به اینکه من خودم به و وساد مسلکی تربیت بدنی بودم از انسیت تربیت بدنی فارغ شده بودیم با تمام زمانی دسترس داشتیم دو سال خنده بودیم تدریس کرده بودیم ما میتونستیم که به ولی بال از تکنیک و تاکتیک بسکتبال از نگاه تکنیک و تاکتیک و اتلتیک این سیرشتر ما میخواستیم پیش ببریم یک مقدار او دوران بیشتر نگاه بکنیم که ورزش زنا دو وقت حزب دموکراتی خلق افغانستان یا امو رژیم کمونیستی که میگفتن بعد از اینکه سردار داوود کشته شد وقت ترکی و وقت امین و بعدش وقت, وقت ببر کارمل و نجیب این زمان است که شما تجربه کردید چگونه بود وضعیت ورزش زنان به صورت اون چگونه بود خودت اوه. چی تجربه داری از زمان ما واقعا فکر می که امیال به این شرایط ما و شما همه چیز آماده است برای بخش مناسی ما جیما هست، مکاتب هست، اما هست اما وقت پر رنگتر بود ما مثلا مسئولین بودیم با سام استودیم واردشی به اصلاح جمناسیک میکنیم روزای ریجی جشن جشن معارف جشن خود سرطان و سرطان به اصلاح ما پیش میکنیم به اصلاح میکنیم و این دیمی آمدن. کار میکردن بالاخره بو جاتر بود اما آل ببینه بی که همه چیز آماده است مگر به رونق شده من افیام جذب شاگرده کم است به سلا علاقی به علاقی شاگرده کم وضعیت ورزش بیرون از کابل ورزش زنا چه بود در شهرهای دیگه مثل مزار مثل قنده ها مثل قنده صحبت کرده جلال آباد و حتی اولایات دور دستر. تصویر میتونید بتین که چی رقم بود مگر زمان کمونیسا فهمین که با زمان کمونیسا که بود به زمان نجیب اینا بود پر نغر... به اصطلاح همین وساده مسلکی به قندار چی شد ابزور شد به اصطلاح زرغنه زرغونه ولی اینو ابتدایی عینو به سلام ساده مسلکی به سلام شدن که اونا باز یک تیم تشکیل میکردن ولیبال میکنن بسکتبال به سلام امروی کار میکنن چرا مزه زمستان که میرفتم سر میزدم به سلام پیششان میرفتم که چی میکنن چی نمیکنن اما فعلا نم ما تابلوی قندار قندار تیم بهترین باسکتبال دارن. ما چرا هر سال که میرم یکان دفعه فیسر میتونم تمرین بشان میکنم مرمی خائن که تمرین کو بیا ساده هم دیام تمرین کو. لی سیزار واقعا تیمشان بسیار پر نقص و ایدانم برایشان یک بسیار مقبول جور کردن. اتو تو به دسترس تیمای لیسای کابل وجود نداره. اما در قندار دولت ایران دولت ایران, ایران یک جیم بسیار اگر اجازه بدین در این مورد باتر بیشتر صحبت ام. بکنیم بیایم بعد از زمان سقوط, سقوط کمونیست ها شما همچنان در کابل بودیم و ظاهرا پیگیر آموزش و ورزش دخترا از او زمان بگوین از زمان که گروه مجایدین وارد کابل شدن و می دانیم که جنگ های داخلی شروع شد و مشکلات زیاد بود در زمان شما مشخصا آیا خودتان ورزش می کردین دختران را آموزش ورزش می دادین بلکه به اون آده ویسلام زمان جادی ها همه چیز ویسلام از بین خانه و ایران و مکتب و همه چیز از بین رفتن زمان خودم که امور جادی ها با مکتب ما ویسلام سربرانه بودیم ویسلام به چی مشکلات به خانه رسیدیم که مزایی من من نشود می مکتب رو بیبرخی تا که آخر پوانتین بیشتر با مشکلات افتاد برای یک گروه شاگردا و ترسیدم. یک وقت تیر شد با می مکتب رو بیبرخی که تیر رفتم داخل شدم. بدون ایران ما دیگه چیز با مکتب رو بیبرخی ندیدیم. این روز سامی ریپورشان و شوکت که رو بلخی در او زمان نبود. با خشتا کنوال ما بدال بود. آتا میکریسی کوپا بهش خودش جادیا ورد و سرمیز مانده بود. میگوییم کامرسی چیه سکه میبینیم. ایت می دیدن اس نمی که چی که است اما با او زمان میفهمی که ما رفته مقیه افسوس کردیم بعد از دیگه مکتب و ویده گفتیم آزم بیسلا رفته ماجر شدیم دیگه بیرون از کابل رفته؟ بیرون از کابل با ولایت چون شوارم از لغمان هستن با ولسوالی سنگر که منطقه هلینگار می باشه اونجی رفتیم بعد از دیگه پرداختیم با او و زمان داری به سلامتون چی به سلام چطور کاشی مارگاو؟ آمادگی را به سلامت داد کردند به خودم به سلام که میرفتم خسارت میگفت ما بین زمینای مردم نرو که به سلامت فرق بین گندم و خشایی دیگه که میشم نمیکنی. ما واقعا نمیتونستم که گندم کدماس و علاوه بر مزرعه کدماس که ما بکنم برای گاو. به اصطلاح خود در خود یک دختر شهری دختر با قریه به روسیه رفته بود بالاخره می کارو پیش کردم گاو گرفتم گسپن گرفتم به پنیر و ماسکا و همه چیزا یاد گرفتم بعد بالاخره فهمیدم که موید برای من تنگ شدن به اول سوالی سنگر به به قریه بعد بالاخره رفتم گفتم به می کم پای سرشایی به اصطلاح شنیدم که یک مکتب اونجا است دخترها درس میده شوهر همچنان خم... در شرق افغانستان به اصطلاح به آباد باز اونجا رفتم یک دو خیمگاه خریدم و بعد از اون خیمگاه که به یک مکتب نایی بود. اما وکیل منطقه کی بود؟ با شوال پرسان که خ خانم تو ساده خبر دارم. بلاخره میتونه که کی انجام می گفت آه. بلاخره میرفتیم با من جی تدریس می کردم. تدریس پشتور می کردم. بلاخره اصولی سنفیره با پشتور تدریس میکردیم. بلاخره میداد یک میداد با مزد ما چی یک بچه گندم ما. درست یک مو ویدیو میداد به زمانی که دوباره طالب کامیاب کامیاب شدن به سلاح شهر کابل گرفتن چون شاورم پشتون بود دیگه باز گفت اونجا مواد سرما بند کردن او سرما بند کردن به کمپا مشکل شده و آوردن بسیار از مسافی بسیار دور می مکتب بند شد دیگه باز بالاخره ما مجبور شدیم دوباره بیایم به با کابل با بیایم ما شاید دارم... یک دلچسپی برای شما کنم که اونجا بچه ها را به قلیم بفی شاگرد کردم قلیم بفی میکرد و شیردانه گسپنده بسلا شاید شما نشونیده باشین شیردانه گسپنده بسلا بچون به ولایت لغمان که بودم دیدم که از او پنیر جور میکنن پنیر شورج گر میکنن از شیردان گوسفند با شوارم گفتم می رو می گفتم آه چر نمی باز من چادری بسرخ میکردم کدم زمان بچه خودم میگرفتم میدیسم میگرفتم برای خود میبردم و از می سر زیر زمانی بسیلا شکم بارو میفرفتن بار ما و شیردانا از مرکز کابل باز و شیردانا رو دانه پین روپیا و دو روپیه و چهار روپیه میگرفتم با سر پول و عادت دیگه این یک چشمه بود زیر می دریا دیگه باز اون جاگه کم اینار میشوشتم مواد شانه تخلیه میکنیم باز بالاخره میبردم ایر بخانه. با خانه کمی بودیم باز بعد میشکشم نمک میزدم باز اینا یک سر زور یک چوب بند میکردیم کردیم و تار و سر دگیش یک پای پی قلم میگرفتیم و نار پوف میکردیم درست اونا مثال یک پوغانه واری جور میشد باز اینا را می میندفتیم و خوشک میشد پین ست دانه شش ست دانه میشد با شوار مامچون و ساد لیسی باز هست بیچاره با پن میکرد و میبرد بلغمان او را می فروخت مثلا زنده مبلغ پیل رو که خریدم آه. مبلغ دارو پیر فروخته می شود اگه زندگی چی بود؟ دشوار او بانده به سلا یک زندگی بر بانده نه ولی از قرار معلوم شما در او زمان بلاخره رفتین و در کلاس های زیرزمینی مشغول شدین تدریس دخترها را به حده گرفتین در این مورد بیشتر بگویم که جذاب است دکتر مابطه مسئول سیما سمر بود که رئیس حقوق بشر بود فیلن خانه اونا آمدن پیشاورم چون که آمدن گفت خانومتم خبر دارم که و هستن ما میخواییم که یک کورس به سلام اینجا دایر کنیم شاگرده را سلام جمع کنیم امی او سال و اش سال دختر را به سلام جمع کنیم شوارم گفت خیلی آسان است بالاخره چادری را به سر کردم خانه به خانه تک زدم به سلام وار اول به سلام دختر را سی دختر را جمع کردم فامیلا هم بسار علاقه دیزی شدن که من ترزیز میکنم و بسار به شوق و زوق به سلام آمادن یک سنت بود بعد از یک سنت دیگر بعد از وقت تدریس کردم که او وقت با ما دوازده سال کل دار میداد از صرف سیما برای ما والا میشد به برای ما میامدن کل دار بسیار خوب بود دیگه و زمان پیسیش بسیار بلند بود بسیار معیشت زندگی ما خوبتر پیش میشد کورسای سیما سمر بود و که اردوشان صبح مثلا طالبا به که بگم قصیش کنم طالبا نمیفهمیدن که ما اینجی آموزش کتابای وصول سین فیلم زیرا با شاگردام گفته بودم وقتی که شما اینجا قرآن شریف بیز هفته یک ساعت داشتن میگفتم همیشه به سر کتابایتان باشن اما وقتی که نار طالبای ساد میکردن میگفت کجا میرین میگفت میرفتم اینجا به سلام قرآن شریف میخونم و طالبان میفهمید که خانه به نام خانه قنداری هست مشهور هستن یک مزایمت نمی کردن چون دار بود دیگه بازم یکم به سلام گذشت میکردن مواد درسی از اینا را چگونه تهیه میکنین چی درس برشون دادین و در کدام سنین بودن کدام تا کدام کلاس به حساب درس دادین اینا را امی به سال سال ما تدریس کردیم اصول سنفی بود به سال کتابه این مکتب واری بود در صرف سیما سمر به در امی داکتر ماباتی مسئولش بود به سمت غرب کابل ویسلا اونا با چار گوشی قرب کابل ویسنا کرسای یعنی زیرزمینی رو داشتن باز برای ما ویسلا پتو یک بایک یا ولی بایس یک چیزی برای ما پتو بعد ما اونا رو دخترها توضیح می کتاب های این مکتب باری تدیس می بالاخره می بلاخره علاقه من فامیلا زیادتر شده تا می زیادتر می شوان ولی ورزش در کار نبود نه 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 نه, نه 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 ورزش نبود. چون ما خود ما به صورت عزیز می صدای دب توپ اگر طالب با خود رسان می داخل میشدن ما هیچ ورزش سر و صدا باید نمیشد اون به گوشی و اتاق ما تدریس می که حتی صدای شاگرد دارم نشنون و اینا را باز وقفه ای رخصت میکردیم اتو نبود که یک دم مثال مرتب ما این را کرده بیرون که مثلا دو تا شاگر که میره با دو تا دیگر رخصت میکردیم وقفه اینا را رخصت تا بالاخره اینا میرفتن به خانه خیلی مشکلات ما دیدیم به زمان بعد از اینکه طالبا اوه. سقوط کرد اوه. اوه. چی وقت دوباره روز اول که برگشتین به مربیگری ورزشی به عنوان مربی ورزش به یاد تان است که بگوین که چی میکردین چی کردین و چی احساس داشتین مسرتون زمانی که به مکتب خارج رفتیم میدون کنوالا بدون چیزی نبود را به بلخی رفتیم او زمان ما با مکتب اشی دورانی مرکزیت بود مکتب اشی دورانی ما ماجر بودیم درست بود که به اسلام ما ساتای درسی و ورزش به اسلام با سنت می رفتیم و اونا رو یک به اسلام بیرو با می کردیم که بفهمه که اینمی سات ورزش است تنها تمرینات چند تمرین از تمرشان می کردیم و یگان گیمای و بارا و مشو پیشاکو این اینا رو امرشان می کردیم و دیگه چیز نیست چون شرایط بسیار برای ما محدود بود اونجا درسته بود و چی وقت به صورت رسمی برگشتین به ورزش و آموزش ورزش شروع کردیم؟ زمانی بود که به ورزش پس و گشتانیم که به اصطلاح دوره طلبه خود ما زمانی که بود به مکتب شی دوران مجر زمانی که پس بارو و بارو واپس به با مکتب خود را بی بلخی رفتیم اروی شاد باشه مدیره ما عدیس میاخیل بود واقعا تپ و تلاش زیاد کرد که مکتب دوباره از کنواله به یک مکتب تبدیل کرد که به سطح شهر کابل شاید یک دوی مکتب باش یا اول مکتب باشه نگاهی امتی او برای ما بیسلام خود مدیرم به امکاری باز دفترای خارجی. او وقت بود که بود دفترای خارجی و زیادتر می آمدن علاقه من دیوارزی مثلا از کمیته جانوانی هم می آمدن بر ورزشگاه را لباس می آوردن اود می آوردن. باز او از ما شاگرده زیادتر علاقه من دیوارزی شدن دفتا ببینید دستا دسته می که من ورزش و تیم ها بگیری آتا من خودم به اصلاح دخترها, دخترها دیگه یک تیم نبود که چندین تیم تشکیل شد بالاخره این جگه با مکتب وقتی که ما ورزش میکردیم و از صرف اولین گامی که با گذاشتن به بخش آناس فدراسیون فوتبال بود دو زمانم میگم چون ولی زاده مسئولش بود بازی آمد بر مکتب مار جمع کردن و را جمع کردن که بیاین یک سمینار ببینین که همین فوتبال شما یاد بگیرین به این دخترا دو نق بدین که یک سمینار به مکتب نادریه گرفتن به سلا وقتم وقت هم کرزایی بود بازم ترسوام زیاد بود به سال یک تکوی بود به لیسی نادیره و نامون جماع سیمینار گرفتم پتو پنال یک سیمینار گرفتم یعنی آنوز هم ترس بود آنوز هم نگرانی آنوز هم نگرانی دولت مشکل ایجاد میکرد خودش نی. یا؟ دولت نمیکرد خود ما ایراس داشتیم واقعا خود ما ایراس از زمان دوره طالبا بود که ایراس هم بازم موجود داشت حتی خودی ولی زادم امیر داشت که اینجا سر ما مثلا بعد کار نشوم باز بالاخره امون جی بود که به سال سیمینار یک سیمینار رو گرفتیم، یک سیمینار رو به مکتب عادت که یک جمع نازم داشتن اونجی گرفتیم بالاخره می بود که رجوع کردیم به اولمپیک خلاص در زمان 2005 بشه کرد میکنم یا 2006 که تیم باسکتبال رو ایجاد کردیم راج سر به اولمپیک کردیم تیم والیبال هم کردیم تیم اتلتیک هم کردیم و تیم فوتبال هم تشکیل کردیم امروز فوتبال زنا چه رقم از وضعیتش در چه موقعیت هستند، بعد, بعد, از یه اتحامات جنجال که بهش وارد شد بعد های زیاده در جامعه افغانستان به وجود آمد حال ام. پس وضعیتش چه رقم هست از, از نظر شما؟ چون زمان سابق هم مثلا معاشات ما اقوزمی که سر فیزاسون با ما میده به دستر کلاپا ها نمیرسن یا شاگردار که انتخاب میکنه خودش انتخاب میکنه و هیچ خبر نمیشه یا در راست مثلا یک استاد مثلا استاد که تجارب زیاد داره از میکلپای که 12 کلپ فعلا از این استاد در راست خبر برن همیشه به اصطلاح خودش میخوای که یک به اصطلاح به سفرا خی تیم باید باشه ما خود ما استاد فعلا هم نمیخوایم میگم اکتاز باید نباشه چرا استاد از دامان معرف تربیه میشه پس ما وسادا اختر می در پالوی شاگرد اقلا به نوبت به سرا یک سفر باید ما و شما خیتی می شاگرد زبریم که مسئولم شاگردان باشه اقلا یک درد به یک استاد گفتم میتونم از زن اون دختر که هم مسلکش شاید نتونه گفته خودت اشاره کردی به یک وضعیت ورزشی ایران در خوب بهتر از, از افغانستان از ورزش با وجود از رویدادی که دختر آبی جان خود گرفت به دلیل مشکلات که پیدا او. کرد در پیزی که رفت داخل یک ورزشگاه در لباس مردانه زنان در افغانستان اجازه ورود به ورزشگاه ها را دارن و از نظر قانونی تمام زمینه ها برشون مسدود است ایچی خدر مشکل بزرگ بود در ایران وقتی که خودت رفتی دی دیدی و با وجود که وضعیت ورزش در او. بهتر است آیا فکر میکنی که افغانستان زنایش یک روز ورزششون که در که ایران چون که ما متوجه شدیم تمام ترینرهاشون به اصطلاح تربیت شده هستند تمامشون واقعا میگم اصل خورده ایشای ترینر بوده باشن و وقتی که مسابقات به یک جیم میشه بسته میشه هیچ آقا اونجا به اصطلاح اون ندای نداره حتی موبایل و کامرا و همه چیز به اصطلاح فیلم برداری از بخش تمرین مسابقات هیچ نمیشه به همه که خانم ها اونجا که میرن بخیر داخل جیم که شدن محفوظ هستن واقعا چرا ترینرشان همه زن است بازی کنه همه گی محفوظ اما بارخلاف با افغانستان شکر آزاد است درست آقایون میتونه که به محفل ما بیای و ببینه به سالا خانوما میتونه که به سودیان بوره و مسابقات لی که برتر دینن که خانوما زیادتر اشتراک کرده بودن بسیار رونق خوبتر خانوما زیاد علاقه من زیادتر بودن مگر و فضل خدا آزادی ما از اینکه که خوبتر است مگر بخش ورزش اونجا پیشتر است درست چل سال عمر خود شما در صرف ورزش ام. کردین چرا چرا اهمیت داره ورزش اگر بر زنای افغانستان بگوین که اه, چرا اهمیت مهم است ورزش ما از نگاهی میگیم میگم که خانمها اکثران اکثرا در پالوی نماز نماز عبادتگاه خداوند است که ما و شما پایین وقت به سلام نماز میخونیم ما و شما اگر در نماز فکر کنیم پس اینجا عرکت حرکت هست که خداوند برای ما و شما نازل کرده اگر مردم افغانستان به صلاح نماز و عبادتگاه ما نمی بود شاید تمام ما و شما فلج می بودیم چرا تمام اگر ما ببینیم عینا حرکات کشیشی است اگر نماز به رکوع میریم به سجده میریم عینا حرکات کشیشی است که ما و شما اجرا میکنیم و پایین وقت نماز به صلاح تمام حرکات کشید پس ما از خاطر میگم که ورزش ضامن صحت و سلامتی است همیشه در پالوی نماز اگر ما 5 دقیقه تمرینات از خصوصا خانم های ما که به سوال ما که میرسن واقعا من برای این شاگرده که میگم سن ما 64 سن میگم مادر کلان ما خواجا شور خورده نمیتنن واقعا من امروز نیروی ورزش خود این تو فکر میکنم که ما خودم فعلا حرکات میکنم فکر میکنم که 18 سال خانم سنگر شما 64 سال دارید <تصفح> عملا ورزش هم میکنین فعلا روزانه من روزانه بدون که امروز شاگرد آزاد میکنم جمناسیک میکنم تمرینات آزاد به سلا از پا گرفته تا سر یا سر گرفته تا پا میگیره کار میکنم یا والیبال یا بسکتبال به است چون کتاب خاص برای مکتب نداریم که ما هم خاص به سلا پیگیری کنیم و پیش بر از طرف وزارت برای ورزش کدام کتاب خاص وجود نداره و هر استاد بنابرای خود در چیز برای شاگرده کار میکنه مگه تمرینات آزاد کار میکنم دویش و نرمش و کار میکنم بعد از به سال والیبال یا بسکتبال خیشان کار میکنیم و خودم بعد از آر نماز خ برای سال برای داد قبرش میکنم چند سال دیگه شما ورزش خواهد کردین به با اگر وزارت معرف برنامه اجازه بده شاید یک ده سال دیگه شاید کار کنم بتوانم توانایی خود شاید کار کنم اگر برام اجازه بده اما از اینکه من خودم تقاوت میشم واقعا بسیار جگر خون هستم از اینکه چند سال هم عزیز در ورزش میخواهیم میگم از سال چوبم بگیرم بازم برای میدان ورزش کنم برم برای شاگرده یا برای اولمپیک یا برای ریاست تربیت بدنی مکار کنم و احتمالا بعض بازنشستگی هم همچنان ورزش خود کرد ما تا خیلی لازم شاید زنده باشم امیر این بیسلا آب و آوا و قضایم باشه ورزش که من خیش و کار میکنم و دسترس ما ورزش میکنم بسیار تشکر از شما تشکر از تشکر وقت تشکر از دوست تشکر, وقت تشکر, وقت تشکر, وقت تشکر, تشکر زنده, باشم. زنده باشم. سلام تشکر